مرکز زنده که الان گزارشش رو پخش کردیم صحبت کنید و بفرمایید که چه خدماتی رو اینجا به بیماران ارائه میدین. و اصلا خانم هاشمی، ما بیماران تالاسمی، هموفیلی و دیابتیمون چقدر هست؟ یه آماری هم ارائه بفرمایید. مرکز که الان نشون داده شد مرکز دیالیز سوده هستش که در اسفند ماه سال 74 افتتاح شد. این مرکز در جنوب شهر تهران هست، در شهرک وابان. سلام علیکم، شبتون بخیر. با درود فراوان و شب خوش به شما آقای صفدری و مهمانان. من مشخصا از خانم هاشمی سه تا پرسش دارم، اگر اجازه بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. پرسش اول مربوط میشه به بیماری سیدا، در فرانسه ما بهش میگیم اید، یعنی باش در فرانسه میگیم سیدا، انگلیسیش میشه اید. آیا در این زمینه در ایران کارهای انجام شده و اقداماتی صورت گرفته یا نه؟ چون میدونین این بیماری است که رواج پیدا میکنه حتی توسط مسافرینی که میان و میرن. و یکی دو سال پیش من یک گزارش رو در روزنامه کیهان تهران خوندم که خیلی حساس بود این مسئله در داخل کشور. باز میبینم خانم هاشمی در این زمینه اطلاعاتی دارن، کارهایی شده، میتونن به ما پاسخ بدن. پرسش دوم کلان مربوط میشه به کادر بهداشت و پزشکی ایران که خب دو عزیزی که امشب اینجا هستن میتونن پاسخگو باشن. اینه که بیمه های درمانی تا چه حد آیا در این مدت، به ویژه که در برنامه آقای خاتمی هم بوده، در سرتاسر کشور فراگیر شده که مردم میکنه که توانایی پرداخت هزینه های درمانی رو ندارند و احیانا شغل ثابتی هم ندارند که بیمه باشن، اینها چه امکاناتی رو این ارگان های درمانی پزشکی براشون در نظر گرفتن؟ پرسش سوم من اگر خانم هاشمی اجازه بدن مربوط به خانوادهشون میشه، خصوصی نیست چون در خارج از کشور مطرح شده. اگر اجازه بدن من اینجا به پست همشیرتون خانم فائزه کیران، ببینید در رسانه‌های خارج از کشور بارها مطرح شده که شما دو نفر از نظر فکری با هم توافق فکری در رابطه با مسائل سیاسی ندارین. این هم اگر پاسخ بدین من فکر میکنم که جالب باشه برای دوستان عزیزی که این برنامه رو میبینن. از کجا به کجا رفتید آقای فردوسی پور؟ از بهداشت برای من شب خوشی برای شما، شبتون بخیر، خدا حافظ شما. خب آقای فردوسی پور رها میکردیم، راجع به آرم شبکه جام جم صحبت میکردن، راجع به امواج هم صحبت میکردن، راجع به فرستنده همون هم صحبت میکردن. بفرمایید، خواهش میکنم. در رابطه با سوال اولشون در مورد بیماری ایدز باید بگم که البته ما تعداد محدود خیلی کمی در کشورمون مبتلا به این بیماری شدن. من نمیدونم حالا مقصود از این که اقداماتی که انجام گرفته سوالشون چی بود، ولی به طور کلی خب در زمینه درمان داره کار انجام میشه و اقداماتی هم صورت گرفته و تحت درمان هستن و برای آگاهی جامعه مرتبا از طریق صدا و سیما، خصوصا زمانی که روز جهانی ایت هستش، و همچنین از طریق خود وزارت بهداشت و رسانه های عمومی این مطالب برای آگاهی جامعه گفته میشه، بحث میشه و مسائل که باید مطرح بشه مطرح میشه، آموزش داده میشه. بله. و از اون طرف هم خب هر کس هم که برای خون مراجعه میکنه حتما خونش مورد آزمایش قرار میگیره که بتونن در این زمینه کنترل کنن. ولی اگر بحث قرنطینه باشه، اگر هر کس از خارج وارد بشه چنین اقدامی که آزمایشی انجام بگیره نیستش. حالا دقیقاً سوالشون رو نمیدونم در کدوم مورد میخواستن. اگه توضیح بیشتری هم از آقای دکتر لاجانی بدن در این مورد. درست که